بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم. أرحب بكم جميعا إلى برنامج تعليم اللغة العربية بنندگان نهایت گرامی و علاقمندان برنامه آموزش زبان عربی. خوش آمدید به یک جلسه دیگری از این برنامه و امید است که با کمال نشاط و تکرار درس های گذشته آماده درس جدید باشید و بدون خستگی تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. اليوم سوف ندرس الدرس الخامس من وحدة الأولى. در امروز از وحده اول درس پنجم می خوانیم که در پایان این درس توقع می رود که تلفظ درست حروف را، لام، نون را بیاموزید و همچنان ادوات استفهام را یاد گرفته و محل استعمال یا محل استخدام آن را بدانیم و همچنان بعضی از حرفه ها را به زبان عربی یاد بگیریم. نبدأ بالقراءة الكلمات الجديدة. الكلمات الجديدة بالراء، لام ونون. أولا النطق الصحيح لحرف الراء، را را. وكلمة وكلمة التي تشتمل على حرف الراء، رائع رائع، جرار جرار، قمر قمر. ونطق الصحيح لحرف اللام، لام لام. والكلمة التي تشتمل على حرف اللام، لوز لوز، ملح ملح، قفل قفل. أتت حرف اللام في أول كلمة، هنا في وسط كلمة، وهنا في آخر كلمة. النطق الصحيح لحرف النون، نون. والكلمة التي تشتمل على حرف النون، نظارة نظارة أو نظارة. عنب عنب، تين تين. الآن نأتي إلى معاني هذه الكلمات. قلنا راء، الكلمات التي تشتمل على حرف الراء ماذا؟ رائع رائع، خشيان. نعم. والكلمة أخرى، جرار جرار، بمعنى تراكتور. نعم. والكلمة أخرى، قمر قمر، بمعنى مهتاب. وكذلك نستطيع أن نأتي بكلمات أخرى، مثال أرنب يعني خرجوش. رائع. هنا را في أول الكلمة، وجرار في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، وهنا في كلمة قمر را في آخر الكلمة، وأرنب كذلك في وسط الكلمة. والآن نأتي إلى حرف اللام. قلنا لام، الكلمة التي تشتمل على حرف اللام هي لوز لوز. لام في أول كلمة، ما معنى لوز؟ بادام. وكلمة أخرى، ملح ملح، بمعنى نمك. وهنا جاءت لام في وسط الكلمة. وكذلك قفل قفل، أتت حرف اللام في آخر الكلمة، وما معنى قفل؟ قفل، عندنا كذلك قفل. وكلمة أخرى هكذا، يعني نستطيع أن نأتي بكلمة أخرى، لبن لبن، بمعنى شير. وهكذا أنتم تستطيعن أنتن تستطيعن أن تأتي بكلمة أخرى من حرف اللام. وهكذا نأتي إلى حرف نون
نون. نظارة أو نظارة بمعنى عيناك. عنب كلمة أخرى، عنب جاء نون في وسط الكلمة، عنب بمعنى أنجور. وكذلك في نظارة قلنا نون في أول الكلمة. وكلمة أخرى تين، تين أتت نون في آخر الكلمة. وما معنى تين؟ أنجيل. وكلمة أخرى مثال نملة بمعنى مرجاه. تلاحظون هنا في الصورة صورة الوردة، يعني رائحتها رائعة. يعني بوي گلاب چیز خوشایند است. از او خاطر اینجا در رائع بر شما چی آورده؟ تصویر گلاب میبینیم. جرارون، جرارون في جاء حرف را في وسط الكلمة بمعنى تراكتور. قمر مهتاب. لوز بادام. ملح نمك. قفل قفل. لبن شير. وهمچنان نظارة عينك. عنب أنجور. تين أنجير. ونملة مرجة. نعم، نأتي إلى قسم الثاني من درس الخامس، القاعدة. القاعدة هنا في القاعدة ندرس الجملة الاستفهامية، ما هي الجملة الاستفهامية وما هي الأدوات الاستفهام. الجملة الاستفهامية هي الجملة التي تبدأ بأداة الاستفهام وتنتهي بعلامة الاستفهام، يعني هكذا علامة الاستفهام. الآن نقرأ أدوات الاستفهام. ما هي الأدوات الاستفهام؟ هل وهمزة، ما، ماذا، من، متى، أين، كم، كيف، لماذا، وأي، ومحل استخدامها، وما هي محل استعمالها. هل وهمزة تستعمل للسؤال عن الأشخاص والأشياء. هل أنت طالب؟ أأنت طالب؟ يعني نأتي بترجمة هذا. هل يعني آيا، وهمزة كذلك بمعنى آيا. هل وهمزة بخاطر سوال كردن يو پرسيدن در مورد أشخاص يو أشياء استعمال مشاد. مثال هل أنت طالب؟ آيا تو شاگرد استي؟ يا أأنت طالب؟ آيا تو شاگرد استي؟ وكذلك ما وماذا. همچنين ما وماذا كاس. ما بمعنى چي، ماذا همچنان بمعنى چي، للسؤال عن غير العقل. بخاطر چي ميه؟ سوال كردن در مورد چيزي كي عقل نباشه، در اشياء غير عقل. مثال ما هذا، این چی است، ماذا تعمل، چی کار میکنی، یعنی در کل معنا و مفهوم چی را ارائه میکنن. من، من که به معنای کی، من تأتی للسؤال عن العقل یعنی الشخص. یعنی من تستعمل، استعمال میشد برای چی، سوال کردن در مورد شخص، شخص یا یک شخص عاقل. من صديقك، من یعنی کیست، صديقك دوستت، دوست تو کیست. متى، متى بمعنای چی وقت. متى تستعمل للسؤال عن الزمن. متى بخاطر سوال کردن در مورد زمان یا وقت استعمال میشه. مثال متى وصلت، چی وقت رسیدی. اینا، اینا کجا، بمعنای کجا، محل استخدامش است. تستعمل للسؤال عن المكان، بخاطر سوال کردن در مورد جای چی میشه، استعمال میشه. و مثالش اين يقع بيتك، خانه‌تان در کجا است یا در کجا موقعیت دارد. اين یعنی کجا. کم، کم یعنی چند. و تستعمل للسؤال عن العدد، به خاطر سوال کردن در مورد عدد یا کمیت یک چیز استعمال میشه. کم کتاب عندك، مثالش است چند کتاب در نزد توست. و کیفه، کیفه که به معنای چطور است، یعنی استعمالش است للسؤال عن الحال، بخاطر سوال کردن در مورد حال و کیفیت یک چیز استعمال میشه. کیف حالك، چطور است حالت یا چطور استی. لماذا، لماذا چرا. لماذا تستعمل للسؤال عن العله، لماذا کس، بخاطر
علت برای خاطر سوال کردن در مورد علت استعمال میشد. و مثالش لماذا انت هنا، چرا، یعنی چون معنایش هم همی است که یعنی لماذا چرا، و میگه که علت یک چیز را پرسان کردن چی میشه، لماذا را استفاده میکنیم، یعنی علت یک آمدن یک کس را مثلا پرسان میکنی یا علت بودنش در یک جایی را پرسان میکنی، چی میگی لماذا انت هنا، چرا تو اینجا هستی، یعنی چی دلیل است، علتش چیست. ایو، ایو که به معنای کدام است، چی است، لتعین الشخص او الشی، به خاطر تعیین یک چیزی یا شخص استعمال میشه. یعنی میفهمیم که در پیش ما یک چند چی گزینه می باشه، در مورد از او سوال میکنیم که تا امو گزینه ها را یکیشه تعیین کنیم، در مورد شخص باشه یا در مورد چیز باشه ای استفاده میشه. مثالش ای کتاب تقرا، کدام یکی از این کتاب را، یعنی تو میخوانی، ای کتاب تقرا، کدام کتاب میخوانی. خب حالا وقتی به مثال ها برگردیم درست میشه معنای زی بر ما واضح شوه. مثلا اول به مثال ما و هل میپردازیم، قسمی که در اینجا در مثال میبینین ما هذا، هذا و هذه و ذلک و تلک، ای اسم اشاره را ما قبلا خواندیم، میدانیم که هذا و هذه به اسم اشاره است که بر نزدیک استفاده میشه و ذلک و تلک اسم اشاره است که بر دور استفاده میشه و هذا بر مذکر و هذه بر مؤنث و همچنان ذلک بر مذکر و تلک بر مؤنث استعمال میشه. بنان ما هذا، سوال میکنه شخص ما هذا، این چیست، این چیست، در جواب میگه هذا قلم، این قلم است، قلم که یک اسم مذکر است به او هذا آمده. و همچنان میگه ما هذه، این چیست، هذه سبورتون، این تخته است، سبورتون که اسم مؤنث است به اسم اشاره هذه آمد. همچنان سوال میکنم ما ذالک، آن چیست، ببینین ما در مورد اشیای غیرعاقل استعمال شده، و ما ذالک، آن چیست، ذالک بابون، آن دروازه است، ما تلک، آن چیست، آن چیزی که چی است، اسم مؤنث است، تلک دراجتون، دراجه اسم مؤنث بر از او تلک استعمال شده، تلک دراجتون، آن بایسکل است. هل، هل هذا مصباح، هل که به معنی آیا است در اینجا در مثال استعمال شده، قسمی که در زبان عربی هم در زبان انگلیسی هم ما yes no question داریم، در زبان عربی که است امو سوال که به توسط هل میشه امو معنا را افاده میکنه، یعنی هل سوالش به هل است و جوابش به نعمم لا. هل هذا مصباح، یعنی چی است، یک امر یا یک سخن چی میکنه، تایید میکنه. هل هذا مصباح، نعم هذا مصباح، آیا ای چراغ است، بله، نعم یعنی بله، هذا مصباح، این چراغ است. سوال میکنه هل هذه جوافه، آیا ای امرود است، در جواب نعم بله، هذه جوافه، این امرود است. هل هذا قلم، آیا ای قلم است، لا نخیر، لیس هذا قلما، این قلم نیست، بل هذا کتاب، بلکه این کتاب است، چون چیزی که طرف اشاره شده هیچی است، کتاب است، قلم نیست. هل هذه مظله، آیا ای چتری است، لا نخیر، لیست هذه مظله، این چتری نیست، بل هذه ثلاجه، بلکه ای یخچال است. مثال های ما و هل، ما مثلا ما هذا، این چیست، این چیست، در جوابش است سؤال والجواب، ما هذا کتاب، این کتاب است، سوال هل هذه سبورة، آیا این تخته است، جوابش نعم، جواب مثبت نعم، هذه سبورة، بله این تخته است،
سوال اگر بر جواب منفی باشد، مثال هل هذه دراجة؟ آیا این بایسیکل است؟ در جواب میگه، جوابش چی است؟ مثال اگر جواب منفی بگویم، لا نخیر، بل هذه سیاره. نخیر، بلکه این موتر است. و همچنان سوال های دیگر، مثال های دیگری در مورد ماذا. مثلا ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ چی کار میکنی؟ جوابش چی است؟ انا طبيب في المستشفى. من دكتور هستم در شفاخانه. این مثال بر ماذا بود. مثال دیگر بر ماذا، مثلا السؤال عن غير العقل، ماذا تعمل، یعنی حول العمل، در مورد عمل یا کار ما پرسان کردیم، به خاطر ماذا آمد. و سوال میشه دیگر، سوال دیگر باشه مثلا ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ چی میخوانی؟ در جواب ادرس اللغة العربية. لغة العربية، من زبان عربی میخوانم. همچنان مثال دیگر، مثال بر من، بر من که گفتیم که من برای چی میاد؟ لسؤال عن العاقل، یعنی الشخص. من صديقك؟ من صديقك؟ دوست تو کی است؟ در جواب می آید صديقي عمر، دوست من عمر است. مثال دیگر، مثال متى، لمتى. متى للسؤال عن الزمن، در مورد زمان یا وقت یک چیزی که میخوایم سوال کنیم چی میگه؟ متى. از این جهت چه قسم باید سوال کنیم؟ مثال متى تستيقظ؟ متى تستيقظ من النوم؟ چی وقت از خواب بیدار میشوی؟ چی وقت از خواب بیدار میشوی؟ در جواب استيقظ عند الفجر، هنگام صبح از خواب برمیخیزم. استيقظ عند الفجر. ام مثال آخر، مثال متى تستيقظ من النوم، او متى تذهب الى المدرسه، وامثال اخرى. وكذلك نأتي بالمثال لأين. أين من أداة الاستفهام استعمالها، تستعمل للسؤال عن المكان، يعني بمعنى كجا، أين، بخاطر سؤال كدن در مورد مكان استعمال مشه. مثالش أين تدرس اللغة؟ أين تدرس اللغة العربية؟ زبان عربي را در کجا میخوانی؟ در کجا؟ تا
تدرس ميخاني اللغة العربية زبان عربية؟ جواب أدرس اللغة العربية في الجامعة. ميخانم زبان عربية در پوهنتون. وكذلك كم قسمی که گفتیم به معنای چند برای چی میاد؟ لسؤال عن العدد، به خاطر سوال کردن در مورد عدد یا کمیت یک چیزه استعمال میشه. مثال سوال، مثلا چه قسم سوال میکنیم؟ کم قلم عندك؟ چند دانه قلم پیشت است؟ کم قلم عندك؟ جواب عندي قلمانی، نزد من دو قلم است. نزد من دو قلم است. کیف؟ همین قسم کیف که به معنی چطور است، لسؤال عن الحال، به خاطر سوال کردن در مورد حالت یک چیز چی میشه استعمال میشه. چی میگیم؟ کیف مثال، نعم کیف مثال، کیف تذهب الى الجامعه؟ كيف تذهب الى الجامعه؟ با پوهنتون چطور می روی؟ یعنی چطور با پوهنتون می روی؟ یعنی با کدام، با وسیله چی می روی؟ چه قسم می روی؟ جواب اذهب بالسیاره. می روم با وسیله موتر، یعنی در موتر می روم. جواب چی بود؟ کیف تذهب الى الجامعه؟ نستطيع أن نجيب أذهب بالسيارة أم أذهب ماشيا حتى نتعلم كلمة جديدة. أذهب ماشيا بباي ميرام أو بيادا ميرام. نعم سؤال لماذا؟ لماذا قسمی که گفتیم به خاطر سوال کردن در مورد علت یک چیز استعمال میشه به معنای چرا. فکیف نستخدم لماذا؟ مثلا لماذا تدرس العربیه؟ چرا زبان عربی را میخوانی؟ چرا عربی میخوانی؟ لماذا تدرس العربیه؟ جوابش لأنها يعني بخاطر إنك، يعني ده إنجا إلا تبين ميكنا. لأنها لغة القرآن الكريم. لأنها لغة القرآن الكريم. أيو تستعمل لتعيين الشخص أو الشيء. قلتهم در ميان چند چيز گزينه، اگر ما داشته باشیم چندین گزینه که یک گزینه اختیار باید بکنیم، در او چی میشه؟ أيو استعمال میشه. أيو یعنی کدام. هم بر شخص میاد و هم بر اشیاء. شخصا مثالش میگیم که أيا مثلا سؤال أي قلم ای قلم تورید؟ کدام قلم را می خواهی؟ جوابش اورید القلم الاخضر، قلم سبز را می خواهم. ای قلم تورید؟ کدام قلم را می خواهی؟ اورید القلم الاخضر، قلم سبز را می خواهم. ای بود مثال های برای ادوات استفهام که در اینجا مثلا میگیم یک بار ما هذا، در اینجا که سوال شده ما چی است، از جمله ادوات استفهام است که در مورد چی، یعنی اشیا استعمال میشه و معنایش است که چی. ما هذا این چیست؟ جوابش هذا کتابون، این کتاب است. هل هم از جمله ادوات استفهام است که با اصلی ازی سوال میشد و جوابش هم به نعم یا لا میباشد. هل هذه سبورة؟ آیا این تخت است؟ در جوابش نعم هذه سبورة. اگر جواب منفی باشد مثالش هل هذه دراجة؟ آیا این
اي ان بايسكلس؟ جواب شاس لا، بل هذه سيارة نخير بل كي موتارس. هل الجملة تيوت أدوات استفهام، وهمچنان ماذا كجملة أدوات استفهام است؟ ميجي ماذا تعمل در جملة اگر استعمال کنیم چه قسم؟ ماذا يعني چی؟ ماذا تعمل؟ چی کار میکنی؟ در جوابش انا طبيب في المستشفى، ما دکتر استم در شفاخانه. و ماذا در اینجا گفتیم چی است؟ ادوات استفهام. و باید همیشه در جمله استفهامیه آخرش در آخرش باید چی گذاشته شوه؟ علامه استفهام. و ماذا تدرس؟ سوال دیگری در مورد ماذا که گفتیم در مورد اشیاء استعمال میشه. ماذا تدرس؟ جوابش یعنی چی میخوانی؟ در جوابش ادرس اللغه العربیه، ما زبان عربی را میخوانم. خب من هم از جمله ادوات استفهام است که به خاطر اشیاء، به خاطر سوال کردن در مورد اشخاص استفاده میشه، یعنی عاقل. چی میگیم؟ من صدیق کیست؟ دوست تو؟ یعنی در جوابش چی میگه؟ صدیقی عمر، دوست ما عمر است. و متى هم از جمله ادوات استفهام است که توسط ازی سوال میشه، با وسیله ازی چی میشه؟ سوال میشه در مورد چی؟ در مورد وقت. متى تستيقظ من النوم؟ چی وقت از خواب بیدار میشوی؟ در جوابش میگه استيقظ عند الفجر، و بیدار میشم هنگام صبح. و سوال دیگر که از جمله اینا، از جمله ادوات استفهام است و در مورد چی سوال میشه؟ در توسط اینا، در مورد جای یا مکان استعمال میشه، سوال میشه. اینا تدرس اللغه العربیه؟ زبان عربی را در کجا میخوانی؟ جوابش ادرس اللغه العربیه فی الجامعه، زبان عربی را میخوانم در پوهنتون. کم هم از جمله ادوات استفهام است، با وسیله ازی سوال میشه در مورد کمیت یا در مورد مقدار چیز. کم قلم عندك؟ چند قلم در نزد توست؟ عندي قلمان، در نزد من دو قلم است. کیف هم از جمله ادوات استفهام است، با وسیله ازی در مورد حال یا کیفیت یک چیز سوال می شد. مثال کیف تذهب الى الجامعه؟ با پهنتون چه قسم میری؟ چگونه میروی؟ جوابش اذهب بالسياره، میروم با وسیله موتر، یا اذهب ماشيا، میروم پیاده یا به پای. لماذا؟ خب ایه، ایو که یکی از ادوات استفهام است، به خاطر تعیین شخص یا اشیاء استعمال میشه. ای قلم تورید؟ کدام قلم را میخواهی؟ در جوابش میگیم اريد القلم الاخضر، ما قلم سبز را میخواهم. و لماذا؟ لماذا هم از ادوات استفهام است که به خاطر علت یک چیز سوال کردن، با از علت یک چیز چی میشه استعمال میشه. مثال لماذا تدرس اللغه العربيه؟ زبان عربی را چرا میخوانی؟ لانها لغه القران الكريم، به خاطر کی؟ زبان چی است؟ زبان قرآن کریم است. این مثال ها، مثال های ادوات استفهام بود. یعنی وقتی ادوات استفهام در یک جمله استعمال میشه، یعنی با وسیله از ادوات، یعنی وسایل یا اسبابی که توسط از او چی میشه سوال میشه، او را ادوات استفهام میگن. و جمله را چی میگیم؟ جمله استفهامیه میگیم. مثلا ای قلم تورید یک جمله استفهامی است. پس باید و این جمله چی است؟ جمله خبری است که یعنی چی میکنه؟ جواب از یک است، جمله خبری است. به خاطر باید ای از ای فرق داشته باشه. ای قلم تورید یعنی جمله استفهامیه را باید در آخر اختتامش با علامه استفهام داشته باشیم، و همچنان جمله خبریه اختتامش باید با نقطه باشه، به این خاطر که بینشان چی شوه؟ فرق شوه. و همچنان این بود ادوات استفهام. حال به خاطر از اینکه بهتر در ذهن ما بشینه و درست ما این را بتانیم یاد بگیریم، باید یک سلسله تدریبات کار کنیم. در تدریبات قسمی که میبینیم در کتاب تدریبات ازی، اولش گفته ضع اداة الاستفهام المناسبة في كل فراغ مما يأتي.
أدوات استفهامية أمي أدوات استفهامة چي كنين در أدوات استفهام مناسبة در جاهاي خالي استعمال كنين. در این خانه خالی ببینیم در این جمله چی باید بیا؟ اسمک، یعنی در مورد اسم یک کسی که وقتی سوال میکنیم کدام ادات استفهام باید استعمال شه؟ مثلا ماذا، ماذا، یا مثلا لماذا، اینه، متى، کدامش باید استعمال شه؟ چون ما میفهمیم که ما معنای چی را افاده میکنه با او خاطر، یا معنای چیست را افاده میکنه با او خاطر، باید در اینجا چی بیا؟ ما. این فراغیایی خانه خالی را با چی میکنیم؟ با ما بر میکنیم. ما که وقتی خوانده میشه ما با اسمک یک جو شوه، و ما وقتی که با اسمک یک جو شوه چی میشه؟ ما و اینجا اسمک. چه قسم خوانده میشه؟ ای الف زاید خوانده نمیشه، مسمک به این شکل خوانده میشه. مسمک یعنی چیست؟ نامت. دوم، من خانه خالی انت، هدف چی است؟ من یعنی از، پس باید اینجا چی بیاید؟ کلمه کجا، یعنی باید یک چیز باشه در مورد جای سوال کنه. پس او چی است؟ او کدام ادات استفهام است؟ اینا. پس میگیم من اینا انت، تو از کجا هستی؟ همچنان سیومش، انت طالبون، خانه خالی که است دهی چی باید بیا؟ نعم. ده اینجا چون خبر اخبار چی میکنه؟ یعنی تشخیص یا تعیین، یا در اینجا چون تایید یک سخن، یعنی سوال شده در مورد از این که یعنی یک چیز را تعیین باید بکنیم که آیا تو شاگرد هستی یا نیستی، ده اینجا باید کدام ادات استعمال شوه؟ هل، هل یا همزه. هل انت طالب، آیا تو شاگرد هستی؟ نعم در جوابش، انا طالب. چهارم، ولدت، ولدت یعنی تولد شدی، پس حتما در مورد وقت پیدایش اینجا سوال میشد، یعنی میتونیم در مورد وقتش بگویم، میتونیم در مورد جایش بگویم. پس اینجا باید چی بیاید؟ متى، یعنی چی وقت، متى ولدت، یعنی وقت یا تاریخ تولد می خواهی بپرسه. پنجم، اخن لک، برادر داری، پس در اینجا چی باید بیا؟ یعنی کمیت یا عدد برادر را پرسان کده، پس کم میاید، کم اخن، اخن لک، کم اخن لک، چند برادر داری. و پنجمش، نعم ششمش، یساعدک، نعم یساعدک یعنی تو را همکاری میکند، میتونیم بگوییم که کی تو را همکاری میکند، کی؟ پس میگه من، من یساعدک، تو را کی همکاری میکند. هفتمش، انت سعیدون، انت سعیدون، تو خوش هستی. حتما در مورد از این سوال میکنه که چرا خوش هستی، علت خوشی چی است؟ پس میگیم لماذا، لماذا انت سعیدون. همچنان هشتمش، فی خانه خالی صف تدرس، حتما پرسان داره که در کدام صنف درس میخوانی. فی صف تدرس یعنی در کدام صنف میخوانی، پس فی ای صف، فی ای صف تدرس، في أي صف تدرس. أجب عن الأسئلة التالية، بس أول هاي زي الجواب بدهيت، أين تقع أفغانستان، وكم محافظة لأفغانستان، ما اسم عاصمة أفغانستان. إنها هم هما جيشياس سوال هاي اسكي توسط أدوات استفهام مختلف چي شده سوال شده، أين يعني در كجا، أين تقع أفغانستان، أفغانستان در كجا موقع دارد، كم محافظة لأفغانستان، چند ولايات دار أفغانستان، ما اسم عاصمة أفغانستان، نام مركز أفغانستان چيست، من مؤسس أفغانستان، كي مؤسس يا تأسيس كننده أفغانستان است. بهمي شكل جواب هاي چي داره؟ جواب هاشا ميدهيم. دع سؤالا مناسبا لكل جواب مما يأتي، حال سوال هاي مناسب را برای جواب ها بگذارید، یعنی جواب ها داده شده شما بفهمین از روی جواب که باید چگونه سوال شد، با کدام کیفیت، با کدام ادوات استفهام باید سوال شد.
أول ميبنم جواب است لا أنا أدرس في الجامعة نخير ما درس مخانم در پوهنتون يعني سوال چنين شده که آیا تو يعني بغير از جامعه يعني بغير از پوهنتون یک جای دیگر نامش گرفته شده هل مثال هل تدرس هل تدرس في المدرسة این قسم سوال بایی چی است مناسب است هل تدرس في المدرسة آیا در مکتب درس میخوانی لا نخیر انا ادرس في الجامعة ما در پوهنتون درس میخوانم سوال دوم است که سوال ما باید بگویم جوابش است اصلی الفجر في المسجد ما نماز صبح در مسجد میخوانم سوال باید چی گونه باشه یعنی محل نماز خواندن خود که بیان کرده پس به این معنی که در مورد محلش سوال شده پس در مورد جای یا مکان که سوال میکنیم ذریعه چی سوال میکنیم کدام عدد استفهام اینا اینا تصلی الفجر نماز صبح را در کجا میخوانی جوابش است اصلی الفجر فی المسجد ما نماز صبح در مسجد میخوانم جواب دیگه است انا معاده بعد صلاه العشاء انامو میخوابم عادتا معمولا بعد صلاه العشاء بعد نماز خفتن پس در مورد وقت خوابیدن سوال شده پس چگونه سوال میکنیم متى وسیله متى سوال میشه متى تنامو چی وقت میخوابی نعم الرابع نعم اللغة العربية لغة عالمية با چی نعم یعنی با وسیله یک جواب چی است جواب مثبت است که توسط نعم جواب داده یعنی بله اللغة العربية لغة عالمية زبان عربی زبان بین المللی است و سوالش با چی گونه باشه هل توسط هل یعنی ما گفتیم که سوال با وسیله هل شوه جوابش با نعم و لا می باشه هل اللغة العربية هل اللغة العربية لغة عالمية آیا زبان عربی زبان بین المللی است؟ نعم اللغة العربية لغة عالمية بله زبان عربی زبان بین المللی است الاستماع میایم در بخش دیگر از درس پنجم که استماع هست میشنوین و تمرکز میکنین بالای مهن یا حرفه های که در اینجا بیان شده شاهد الدرس على شاشة التلفاز ثم اقرأ الكلمات التالية ببینین درس را در روی اسکرین و شما او را چی کنین بخوانید کلمات را المهن المهن یعنی حرفه ها معلم معلم شرطی شرطي رائد الفضاء رائد الفضاء فلاح فلاح خباز خباز رجل الإطفاء رجل الإطفاء ساعي البريد ساعي البريد طبيب طبيب طيار طيار قلتم المهن بمعنى حرفها المهن بمعنى حرفها معلم 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 شرطي بوليس رائد الفضاء فضانورد فلاح دهقان خباز نانبوی رجل الاطفاء مرد مسئول اطفائیه یا خاموش ساختن آتش که چی میگیم مامور میتونیم بگیم که مامور آتش نشانی ساعی البرید نامرسان ساعي البريد نمرسان طبيب دكتور طيار بيلوت طيار بيلوت يبوت حرفهاي
که چیست مشهور و معروف است. معلم، معلم. شرطي، بوليس. رائد الفضاء، فضانورد. فلاح، دهقان. خباز، نانوا. و همچنان رجل الاطفاء، مأمور آتش نشانی یا خاموش ساختن آتش. ساعی البریدی، نامرسان. طبيب، دكتور. وطيار، وطيار بيلوت. ای بود درس آخر وحده اول، یعنی درس پنجم، آخرین درس وحده اول که به اینجا به پایان میرسه. امید است درس ها را تکرار نموده و طبق معمول گویا آماده یک امتحان باشین، چرا یک وحده به پایان رسیده و درس ها را تکرار نموده و خانه خالی هایی که در اینجا خوانده شد اینا را پیش خود آمادگی گرفته و در کتابچه های خود پر میکنین. و تا برنامه بعدی شما را به الله متعال می سپارم. اسعد الله اوقاتکم. مع السلامه.